سلام دوستان، در خدمتتون هستیم با جلسه دیگه ای از دوره پی اچ پی متخصص آموزشگاه تحلیل داده. توی این قسمت قرار شد در رابطه با دیتا تایپ ها و انواع اونها صحبت بکنیم در زبان های برنامه نویسی. اما دیتا تایپ ها چه چیزهایی هستن؟ دوستان به مقادیر و ولیو هایی که درون یک دونه وریبل ما ذخیره می کنیم اصطلاحا دیتا تایپ ها میگن. خب این دیتا ها میتونه بر اساس انواع مختلفی باشه که خب ما توی جلسه قبل در واقع یه دونه استرینگ و با هم دیگه امتحان کردیم. اما خب قبل از اینکه شروع کنیم راجع به دیتا تایپ های مختلف با هم دیگه صحبت بکنیم، باید بدونیم که زبان پی اچ پی در واقع یک دونه زبان لوزلی تایپ لنگویج هستش و خب به این معنی که وقتی ما متغیری رو تعریف میکنیم دیگه نوع اون متغیر رو معرفی نمیکنیم. به عنوان مثال نمیگیم که مثلا دلار نیم استرینگ مساویه با حالا نامش که مثلا ممکنه جان باشه، هر چیزی که باشه، و همون صورت راحت می نویسیم دلار نیم مساویه با جان داخل توکلات و خب دیگه نوع تایپ اون رو مشخص نمی کنیم. توی زبانهای برنامه نویسی سی پلاس پلاس و جاوا مجبوریم تایپ ها رو و دیتا تایپ های هر وریبل رو در واقع معرفی بکنیم. و خب جالبیش اینه که وقتی یه دیتا تایپ مشخص رو برای وریبل ما در واقع صدا میزنیم و مشخص میکنیم توی اون زبان ها، دیگه نمیتونیم دیتا تایپ دیگه ای رو درونش استفاده بکنیم. به عنوان مثال اگه استرینگی داریم ذخیره میکنیم و در واقع دیتا تایپش رو استرینگ در نظر میگیریم، دیگه نمیتونیم درونش از اینتیجر یا عدد صحیح استفاده بکنیم. و خب این یکی از مزیت های زبان پی اچ پی. زبان پی اچ پی، پایتون و جاوا اسکریپت تقریبا هر سه تاشون لوزلی تایپ لنگویج هستن. اما از مهمترین دیتا تایپ هایی که میتونیم به اونا اشاره بکنیم و خب از این حالت ها تقریبا خارج نمیشن، تایپ ابتدامون استرینگ ها هستن که خب استرینگ ها در واقع عبارات یک کاراکتر ها رو درون خودشون و درون یه در واقع سینگل کوات یا دابل کوات یا همون سینگل کوتیشن و دابل کوتیشن نگهداری میکنن. این وسط میتونه انواع و اقسام کاراکتر ها، سیمبل ها و لتر ها و کلمات در این بین قرار بگیره که خب با هم جلسه قبل یکی از این موارد رو دیدیم. اما مورد بعدی اعداد اینتیجر هستن که میتونن در واقع تمام اعداد باشن، پوزیتیو یا نگاتیو، در واقع اعداد صحیح ما هستن. اعداد بعدی اعداد در واقع دیتا تایپ بعدی دیتا تایپ فلوت یا همون اعشاری هستش که میتونه مثلا دسیمال پوینت یا همون اعشار رو هم درون خودش استفاده بکنه. یک نوع دیتا تایپ دیگه ای هم ما داریم درون وریبل های در واقع دنیای برنامه نویسی به اسم بولین ترو فالس، یعنی یا خطا برمیگردونه و یا صحیح برمیگردونه، از این دو حالت خارج نیست. بعد از اون حالت آرایه ها رو داریم که میتونیم چندین مقادیر رو برای یک در واقع وریبل، به عنوان مثال اگه مثلا نام من علیه میخوام همه جا من محمد رضا صدا بزنم، میتونم با دو نام متفاوت برای یک شخصیت یا یک وریبل در واقع ولیو و مقدار تعیین بکنم. توی قسمت آبجکت ها هم یه سری وریبل ها ما داریم که قطعا بهشون بعدا میرسیم. یه سری خصوصیات ها و رفتارهایی رو هم ما میتونیم به اون وریبلمون در واقع اضافه بکنیم که در این مورد قطعا در ادامه به آبجکت ها میرسیم. مورد بعدیمون در واقع نال ها هستن. نال ها در واقع نمیشه گفت خالی هستن، نمیشه گفت مقداری رو دارن، در واقع همون فضای توهی خودمون که توی ریاضیات در رابطه با اون میخوندیم، یعنی فضایی رو اشغال میکنن ولی درونشون چیزی وجود نداره که ما بخوایم اون رو ارائه بدیم. یک نوع دیگه ما در واقع دیتا تایپ داریم که توی اکثر زبانهای برنامه نویسی وجود دارن. دیتا تایپ های ریسورس هستن که در واقع به منبع ما اشاره میکنن. توی قسمت قبل به عنوان مثال برای ایمیجمون در واقع لینکی رو در نظر گرفتیم که در واقع داشت به منبع اون و جایی که از اون ارسال شده اشاره میکرد که حالتهای مختلف داره و تصاویر و هر چیزی که در واقع میشه با فایل ها درون سیستم ما به عنوان دیتا تایپ های ریسورس شناخته میشن. خب حالا ادیتار خودمون رو باز میکنیم و میریم اون چیزهایی که با هم دیگه دیدیم و تو این جلسه با هم تنظیمش میکنیم و یه تمرینی رو با هم داشته باشیم. خب ما کل حالت قبلی که داشتیم و فایلمون رو کلا پاک میکنیم. من فایل های جلسه رو توی ویدیو سند باکس هم خدمتتون توضیح دادم که به دو قسمت بیفور و افتر تقسیمشون میکنم و قبل جلسه کدومون به چه حالتی بوده و بعد جلسه به چه حالتی در میاد و همه اینا رو ذخیره میکنم و در اختیار دوستان قرار میدم. اما خب واسه اینکه بخوایم راجع به در واقع استرینگ ها اولین
دیتا تایپ های در زبان پی اچ پی صحبت بکنیم، میتونیم به عنوان مثال یه نیمی رو مثال بزنیم. بذاریم من این کامنت رو اینجا بذارم که استرینگ به عنوان مثال اسمش میذارم مرتضا. و خب همونطوری که گفتیم میتونیم نیم دوری هم تعریف کنیم که داخل تو کوتیشن باشه و خب هر دوی این دوتا مورد برای ما اعمال میشن. اما تفاوتی بین در واقع متغیرهایی که توی کوتیشن، سینگل کوتیشن و دابل کوتیشن تعریف میشن، در واقع تفاوتهایی رو با هم دارن که بعداً این تفاوتها رو با هم حتما مرور میکنیم. اما برای اینکه بخوایم ببینیم درون زبان PHP در واقع بخوایم یک متغیر رو بررسی بکنیم و ببینیم که در واقع این متغیر دیتا تایپش چیه، در واقع تمامی اینفورمیشن های اون متغیر رو دریافت کنیم، درون خود PHP تابعی وجود داره به صورت اینترنال به اسم وردام که ما میتونیم متغیر خودمون رو، نام متغیر خودمون رو بهش بدیم و خب اون تمام اطلاعات رو در اختیار ما قرار میده. به عنوان مثال اگه من این سفر رو دوباره رفرش بکنم، میتونم در این قسمت ببینم که یه استرینگی هستم که اندازم 7 است و خب نامم هم مرتضی، یعنی مقدارم هم قرار داده درون این قسمت و خب اگه ما این اندازه رو بشماریم به 7 کاراکتر میرسیم که خب اندازه کاراکترمون، نوع تایپش و مقدار اون رو با استفاده از این تابع وردام که جزء توابع اینترنال خود PHP هستش میتونیم استفاده بکنیم و داشته باشیم. یه وای بین متغیرهاش هم بذاریم، میتونیم چند تا متغیر رو به صورت همزمان بهش تعریف بکنیم که هر کدوم رو بردام بگیره و در واقع میتونیم بگیم که اگه من این متغیر رو به عنوان مثال علی سیوش بکنم، این دفعه برای من که وردامپش رو میگیره میگه یه استرینگی داری که اندازش 3 تاست و نام مقدارش هم در واقع علی هستش. اما به غیر از فانکشن وردام که در واقع برای دیباگ کردن خیلی مناسب بود، در زبان PHP بیشتر برای عملیات دیباگینگ روی قسمت‌های مختلف PHP استفاده میشه، یه گزینه دیگه ای هست که به صورت مستقیم فقط نوع تایپ رو در واقع برای ما مشخص میکنه که یه فانکشنه و خب ما میتونیم با دستور اکو یه بیار هم بذاریم که بتونیم بریم به خط بعد. البته تگ‌های HTML رو در دنیای واقعی اینجوری درون در واقع PHP استفاده نمی‌کنیم به این حالت برای فاصله، ولی خب فعلا که داریم فقط آموزش می‌بینیم میتونیم از این مورد استفاده بکنیم. خب وردام و میگیم اکو بکنه get type در واقع اون متغیری که میخوایم بهش پاس بدیم و به عنوان مثال اگه نیم یک رو بهش دوباره پاس بدیم، ببینیم دقیقا توی اتفاقش چه چیزی رو برامون نمایش میده. خب کاملا به ما میگه استرینگ هستش و نوع تایپ اونو برامون مشخص میکنه. اجازه بدید من از این بیار یه کپی بگیرم و اونو در این قسمت وارد بکنم. اما مبحث بعدی که داریم اینتیجر ها هستن یا اعداد صحیح در واقع در سایت ما هستن که میتونیم از اونها به عنوان مثال ایج رو نام ببریم، هم مثبت میتونن باشن و هم منفی. اگر من ایج 35 بذارم به این حالت اینتیجر هستن، ولی به محض اینکه داخل کوتیشن قرار بدم این گزینه برای من غیر فعال میشه و به حالت استرینگ در میاد. پس میتونیم با هم این موضوع رو ببینیم. گت تایپ مثلا ایج رو بزنم، الان باید انتظار دارم که ازش تایپ استرینگ بگیرم، ولی اگه خارج از کوتیشن ها قرار بدم به این مثال میتونیم ازش اینتیجر رو دریافت کنیم و تایپ اون رو متوجه بشیم و خب گزینه وردامپ هم براش قرار بدیم تا اون رو داشته باشیم. در این قسمت یه بار دیگه رفرش میکنم، میبینید این که 35 یعنی مقدارش رو گذاشته و دیتا تایپ بعدی که گت تایپ کردیم در این قسمت مشخص شد برام. اما نکته اینجاست که اگر ما اعداد خودمون رو درون کوتیشن یا تو کوتیشن قرار بدیم، در واقع اون عدد رو برای سیستم خودمون در واقع تبدیلش به استرینگ کردیم و پی اچ پی ما فکر میکنه که یک متغیر استرینگ باش طرفه. خب به طور مثال هم اگر اینجا به جای 35 حروف رو هم استفاده کنیم به ارور میخوریم، به خاطر اینکه اصلا نمیتونه دیفاین خاصی روی این قسمت داشته باشه. به محض اینکه داخل کوتیشن میبریمش متوجه میشه که حالا یه استرینگی هستش که با اون مواجه هستش، هم عدد مثبت و هم عدد صحیح
میتونن جزء دیتا تایپ های اینتیجر ما قرار بگیرن. بعد از این مورد میرسیم به متغیرهای فلوت یا همون متغیرهای اعشاری که بذارید فقط این قسمت رو من برش کردم به حالت قبلش تا داشته باشیمش. به عنوان مثال میتونیم مثلا از ریتینگ استفاده کنیم یا همون ریت دادن به افراد مختلف سایتمون. به عنوان مثال 4.5 پوینتمونه و خب اگه ما از این قسمتی بردم بگیریم میتونیم مشاهدهش کنیم که قشنگ برای ما نوشته این فلوته و مقدارش رو برای ما قرار داده. اگه من این فلوت رو در واقع عدد 4 بذارم دیگه برای من این دفعه اینتیجر خونده میشه و برای ارقام اعشاری از دیتا تایپ در واقع فلوت استفاده میکنه. حالت بعدی که داشتیم متغیرهای بولین هستن که متغیرها به صورت عادی یا ترو هستن یا فالس هستن. به عنوان مثال میتونیم بگیم متغیر به اسم این که مثلا has a car car ماشین داره یا نداره رو بگیم مثلا true هستش. و خب اگه از این قسمت یه دامپ بگیریم میتونیم قشنگ اون دیتا تایپش رو متوجه بشیم که به چه صورتی هستش. توی این قسمت قشنگ گفته یک بول هستش و مقدارمون برابر true هستش و خب میتونیم فالسش کنیم و از اون استفاده کنیم. و معمولا مقادیر بولین در منطقه‌های تصمیم گیری که تو به صورت ترو فالس هستن برامون ازشون استفاده میکنیم. اما دیتا تایپ بعدی که میخوایم معرفی کنیم دیتا تایپ در واقع نال هستش. دیتا تایپ های نال به حالتی هستن که فضا رو اشغال میکنن ولی مقدار و ولیوی درونشون وجود نداره. به عنوان مثال فرض کنید که ما میخواییم یه لیستی رو از افرادی درست بکنیم با استفاده از نام و نام خانوادگی و سایر مواردش مثل کد ملی و غیره. حالا این وسط میخواییم ببینیم ماشین هم دارن و تعداد ماشینشون رو یادداشت بکنیم. خب وقتی یه جدولی رو تهیه میکنیم برای رسیدن به این موضوع به عنوان مثال اینجا یه سطر یه ستون و مشخصات افرادمون مثلا شماره 1 شماره 2 و اینجا میتونه قسمت‌های مختلف و آمارهای متفاوت اون باشه. مثلا اینجا رو بذاریم کد ملی یا نام نام خانوادگی یا سایر مسائل تا این جدول انقدر ادامه داشته باشه تا نهایتاً بخوایم مثلا به قسمت ماشین‌ها توی این قسمتمون برسیم. و خب به عنوان مثال توی این قسمت بذاریم کار و بخوایم ماشینمون رو در واقع در اینجا لیستش رو داشته باشیم. خب ممکنه فرد شماره 1 داشته باشه ماشین و ما اینجا رو پر بکنیم، فرد شماره 2 داشته باشه ماشین و ما دوباره براش مقادیرش رو قرار بدیم، ولی فرد شماره 3 در واقع ماشین نداره، نمیدونیم هم در آینده قراره این ماشین رو تهیه بکنه یا نه. و خب در رابطه با مقداری که اون دیتا داره هیچ اطلاعاتی نداریم، یا اصلا ماشین رو داره نمیخواد به ما در واقع عنوان کنه برای تکمیل لیستمون. توی همچین مواردی معمولا میاییم ما متغیر رو نال در نظر میگیریم که بعداً بخوایم ذخیره سازی درون اون انجام بدیم. به عنوان مثال دیگه نمیاییم جدولمون رو بشکونیم به دوتا جدول تهیه بکنیم و بگیم که خب حالا این جدول کسایی که کار دارن، این جدول کسایی که تکلیفشون معلوم نیست دارن، این جدول کسایی که ندارن. خب اینجور مقدار دهی مناسب نیستش. در نتیجه سعی میکنیم با نال گذاری و دیتا تایپ نال اینجور موارد رو بخوایم درون سیستم خودمون هندل کنیم. اما بعد از مبحث نال ها میرسیم به عنوان مثال متغیری رو من تعریف میکنم، مثلا کار لیست و داخل اون نال میذارم. خب به صورت پیش‌فرض هر فردی که ما داریم ذخیره میکنیم دیتا، یعنی در واقع دیتاهایی که سمتمون میاد و داریم ذخیره میکنیم، به صورت پیش‌فرض همه رو میچینه. موقعی که با کار میاد اگه مقداری رو داشته باشه وارد میکنه، اگه مقداری رو نداشته باشه اون رو همون جوری به صورت نال در نظر میگیره و مقداری رو بهش نمیده. ولی همچنان یادمون باشه که ما اون فضا رو در واقع اشغال کردیم با استفاده از کلمه نالی که یک نوع دیتا تایپ ما هست. توی ریاضیات هم معمولا اگه دقت بکنید توی مخصوصا قسمت مجموعه ها یه عبارتی داشتیم به اسم این که مجموعه توهی، مجموعه‌ای که خالی نیست ولی چیزی هم توش نیستش.
و خب از این مجموعه توهی میتونیم در واقع همون مقادیر دیتا تایپ نال رو بررسی بکنیم. خب به عنوان مثال من این متغیرم رو یک بار وردامپ میگیرم ازش و درون لیستمون قرار میدیم. فقط یه بارم مثل همیشه یه خط اکو میذارم که تداخلی با هم دیگه نداشته باشن و خب به این صورت برای ما به نمایش در میاد. اما دیتا تایپ بعدی که معمولا خیلی دیتا تایپ مهمی در زبان PHP هستن، یعنی در واقع دوتا دیتا تایپ بعدی که در رابطه باهاشون صحبت میکنیم و بسیار در زبان PHP از اهمیت بسزایی برخوردار هستن، کلا در زبانهای برنامه نویسی زیاد ازشون استفاده میشه، دیتا تایپ ارای هستش. دیتا تایپ های ارای توضیحاتی که بخوایم راجع بهشون بدیم اینه که ما چندین ولیو رو به یک متغیر اختصاص بدیم. به عنوان مثال میتونیم مثلا کلاس رو نام ببریم، مثلا کلاس سوم تشکیل شده از یک سری افرادی که اون افراد همشون درون این کلاس هستن و وقتی ما بخوایم این کلاس رو نام ببریم میگیم کلاس 3، بچه‌های کلاس 3 را هم در نظر بگیرید. خب همین که میگه بچه‌های کلاس 3 رو در نظر بگیرید، یعنی در واقع کلاس ما یه آرایه‌ای است که هر کدوم از این بچه‌هایی که درون کلاس ما هستن یا دانش آموزایی که درون کلاس های ما هستن در واقع یک دونه از مقادیر اون کلاس ما هستن و خب به این موارد ایندکس گفته میشه. برای اینکه بخوایم یه آرایه رو توی سیستممون بنویسیم، به عنوان مثال میتونیم بگیم کلاس 3 برابر شده با مقادیر مختلف. خب حالا برای اینکه بخوایم این مقادیر مختلف رو درون یه آرایه جمع‌آوری بکنیم و در واقع PHP مون بفهمیم همش برای یک دونه متغیره، از براکت باز و بسته استفاده می‌کنیم که در واقع نماد آرایه ها درون PHP هستن. خب سیمیکالن هم در انتهای هر استیتمنت و جمله‌ای که درون PHP می‌نویسیم می‌ذاریم تا کدهای ما رو بتونه به راحتی ایجاد بکنه. اما به ازای هر عضوی که ما در اون آرایه ها داریم بینشون با علامت کاما فاصله میذاریم و مقادیرشون رو قرار میدیم. به عنوان مثال 2, 5, 10 این میتونه مقدارها باشه و این مقدارها هر کدومشون برای ما دارای ایندکسی هستن. بذارید من یه وردامپ بگیرم از این موضوع. مثلا همیشه یه اکو هم بعدش قرار میدیم، قبلش در واقع قرار میدیم تا داشته باشیمش. دقیقا وقتی من دارم از این گزینه آرایه وردامپ میگیرم، ابتدای هم میاد به من میگه که شما، یه ذره زومش بکنم که واضح تر بشه، میگه شما یه آرایه ای دارید که تشکیل شده از 3 عضو. چجوری فهمیده 3 عضو؟ اومده بین در واقع این علامت های کاما یا ویرگول ما رو شمرده و گفته خب 1, 2, 3 عضوه. پس 3 عضو داره آرایه ما که به ازای هر عضوش اومده توضیحاتی رو در رابطه با اون عضو داده. به عنوان مثال گفته عضو اول من که با ایندکس 0 شروع میشه. دقت کنید ما توی آرایه ها از ایندکس 0 شروع میکنیم، یعنی عضو اول ما در واقع میشه عضو 0 آرایه ما. ایندکس 0ش یه اینتیجر هستش و مقدارش هم 2ه که خب میبینید در اینجا قرار دادیم. ایندکس 1مون یه اینتیجر هستش و مقدارش 5ه که اون رو هم در این قسمت قرار دادیم و در نهایت ایندکس دوممون که میشه جایگاه سوممون یه اینتیجر هستش با مقدار برابر 10. اما نکته دیگه ای که میمونه در رابطه با آرایه ها، دقت کنید درون آرایه ها ما میتونیم از دیتا تایپ های مختلف استفاده کنیم. مثلا میتونم اینجا از استرینگ ها به عنوان مثال همون مثال علی و یا نمبر های فلوت که با هم مرور کردیم یا چارنیم یا ترو فالس هر کدوم از مقادیر، مثلا دقیقا میتونیم این مقدار هشکار هم بهش پاس بدیم چون یه مقداریه، یه مقدار بولینیه که ما براش تعریف کردیم. اومدیم این بالا گفتیم که مقداری داریم به اسم مقدار بولین، همونجوری که مثلا برای فلوت ها اومدیم گفتیم ریتی داریم به عنوان 4.5. به همین راحتی میتونیم درون همین آرایه‌مون بگیم مثلا آقا ریت ما رو استفاده بکن و خب میره متغیر رو پیدا میکنه، این متغیر رو میبینه مقدارش رو برای ما در این قسمت جایگزین میکنه و یا اینکه اصلا میتونیم بر همین قسمت متغیر جدید رو بهش اضافه بکنیم.
پس اون چیزی که برامون مهم بود بدونین اینه که آرایه ها درونشون میتونن دیتا تایپ های مختلفی رو داشته باشن. پس هر عضو آرایه ما میتونه استرینگ، اینتیجر یا بولین یا هر نوع دیتا تایپ دیگه ای رو در خودش در بر بگیره. خب یه توضیحات کلی در رابطه با آرایه ها بود، ولی خب ما بیشتر در رابطه با آرایه ها مسلما در آینده صحبت می‌کنیم. دیتا تایپ بعدی که می‌خواستیم راجع بهش صحبت بکنیم دیتا تایپ آبجکت ما هستش، که تو این نوع خالص دیتا تایپ ما در واقع داریم شیء یا نمونه گیری میکنیم از یک کلاس خاصی. دوستانی که تا حالا بیس اومدن شروع بکنن قضیه پی اچ پی و نگران این موضوع نباشن، ما در آینده راجع به کلاس ها بیشتر صحبت میکنیم و خب یه جوری صحبت میکنیم، انقدر صحبت میکنیم در واقع راجع بهش که قطعا برای هممون جا میفته. اما اون چیزی که راجع به آبجکت ها موقع مهمه که بدونیم اینه که شیعی هستن یا وریبل هایی هستن که از کلاس ها ایجاد میشن. تا اینجا رو بدونی فکر میکنم برای این موضوع کافی باشه که در واقع این شیعی ها یک سری ویژگی ها و یک سری رفتار ها رو میتونن برای ما پیاده سازی بکنن که دقیقا توی مباحث شیعی‌گرایی استفاده میشه از این آبجکت ها. و خب به اون قسمت که برسیم در رابطه با این نوع خاص دیتا تایپ هم بیشتر صحبت میکنیم و سعی میکنیم مطلب به خوبی برای عزیزان جا بیفته. اما برای اینکه بخوام فقط یه وردام پزش بگیرم و اون رو نمایش بدم، میتونم بگم کلاسه. به عنوان مثال میتونیم یه متغیر تعریف کنیم که بگیم مثلا تست 1 و داخل اون بگیم نیو استیدی کلاس، که خب یه دونه کلاس های پیشفرض در واقع پی اچ پی هستش، کلاس خامی هستش، در واقع داخلش هم چیزی نداره، فقط برای اینکه ما بخوایم اون رو نمایش بدیم و ورزام میکنیم اون متغیر مورد نظرمون رو. بذارید من اسم اینو مثلا پرسن بذارم که بدونیم یه سری رفتارها و ویژگی ها همیشه در نهاد این آبجکت ما هست که از کلاس خودش در واقع به دست آورده. یک بار دیگه رفرش میکنم، میبینید میگه نوع دیتا تایپش آبجکته، از نوع یک استیدی کلاس هستش و داخلش هیچ چیزی موجود نیستش. اما در نهایت دیتا تایپی که میخوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم دیتا تایپ های ریسورس هستن، که اگه بخوایم راحت تر راجبشون صحبت بکنیم همون فایل هایی که درون سیستم ما هستن. خب ما برای اینکه در زبان پیش با سرور هم هماهنگ بشی و بتونیم فایلی رو درونش آپلود بکنیم، دانلود بکنیم و سایر موارد، با این نوع دیتا تایپ های ریسورس در واقع آشنا میشیم. که اگر بخوایم مثالی رو براش بزنیم، به عنوان مثال میتونیم بگیم فایل و در درون پی اچ پی از تابعی به اسم اف اوپن که در واقع یه فایل نیم رو از ما میگیره، که درون پروژه خودمون من یه فایلی رو اینجا ایجاد کردم به اسم test.txt که نام اون فایل رو بهش میدم، در واقع همون آدرس فایل رو دارم بهش میدم. و در نهایت اون مودی که باید این در واقع این فایل من درش اجرا بشه، خب این مودها مودهای لینوکسی هستن، R و W، X که در واقع R به معنی خواندن اون فایل هستش، W به معنی رایت کردن یا نوشتن روی یا ادیت کردن اون فایل هستش، و در نهایت X به معنی اکسیکیوت یا اجرا کردن اون فایل هستش، مثل فایل هایی که درون سیستم خودمون اجرا میکنیم. خب من گزینه‌شو میذارم روی read که فقط نمایش داده بشه. خب توی این قسمت هم وردام میگیرم اصلا این موضوع فایلم، یک بار دیگه هم اکو رو اضافه میکنم و در نهایت رفرش میدیم. دقیقا توی این قسمت ببینید میگه این در واقع یه تایپ ریسورس هستش و خب سایر مشخصاتش رو که بعدا راجع به این قطعا استریم و این تابعی که به اسم اف اوپن هستش صحبت میکنیم، اما فقط میخواستم با خود این نوع دیتا تایپ آشنا بشید و بدونیم که در واقع فایل های درون سیستم ما هستن که به نحوی که آپلود میکنیم دانلودشون میکنیم و خب سمت سرور کارهای مختلفی رو میتونیم باشون انجام بدیم. اما خب تو جلسه بعد کمی بیشتر در رابطه با دیتا تایپ استرینگ صحبت میکنیم و همچنین کانتکتیکیشن در پی اچ پی صحبت میکنیم، که در واقع باعث میشه که این خاصیت دو تا متغیر متفاوت استرینگی به یکدیگر پیوند بخورن و خب یک متغیر جدید و یا مقدار جدیدی رو به ما باز گردونن. و در نهایت میریم در رابطه با تفاوت بین سینگل کوتیشن و
دابل کوتیشن ها درون پی اچ پی و متغیرهای استرینگی صحبت میکنیم. تا جلسه بعد خداوند یار و نگهدارتون.